این مهمان ویژه تمام مردم افغانستان از صمیم قلب دوست دارن. سلام 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 دکتر صاحب سلام. علیکم السلام. از ابو کوچکی من با اقوام و رسوم ها و عادات مختلف افغان ها یک جا شدیم و به خاطر است که تعصب سوختانده شده در قلب من. با کدام سیاستمدار خوش دارین در یک غوری نان بخورین؟ او روز یک شده موتر نشسته بودیم، آمد بیرق دید موتر طرفش، بعد بند نگاه کرد، از 2008 این بیرق افغانستان من انتخاب کردم به خاطر که یک داستان داره. دکتر صاحب چند بار ازدواج کردین؟ زن خوب فابریکه تولید بچه نیست که او رو میخری. گفت که من اگه 1% حرفای بشر دوست بزنم من نمیکشی. حرفای زن خوب میشنوی چی میگه در تلویزیون ما را دوباری ما. به نام یاد خدا. سلام افغانستان، شرقل است، خوش آمدین به مهمانی سیار. امیدوار هستم وطن دارا هر کجا که هستین، داخل کشور، بیرون از کشور، جور و صحتمند و سرحال باشین. مفهیم افکار هستم و یک بار باز هم شما را به برنامه خودتان یعنی مهمانی سیار خوش آمدید میگم. در این برنامه رقیب جانم با ما است، او را در را تا کدم که سودای آشپزی را بگیره و در این برنامه یک مهمان ویژه داریم. کی مهمان ویژه را تمام مردم افغانستان از صمیم قلب دوست دارن. این که کی هستک، یک جای میریم پشت خانهشان تک تک میکنیم و میکشیمش میبریمش با خود چکر. ما را همراهی کنین وطن دارا. اگه اشتباه نکنم دوستا، اینمی خانهش است. بین ببینیم که مهمان ویژه ما امروز کی است. سلام 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 دکتر صاحب سلام. علیکم السلام. خوبم دوستو، ساعت شما خوب است؟ بخیر چیل دارم. همین ده وطن بخیرم، بیخی منتظر ماندم اتان. چیل دارین؟ خوب هستین؟ ساعت من مهمان کار دارین؟ افتخاری ماست، مهمان خون نور چشم ماست. مهمان من میشین یا من مهمان شما شم؟ با فایده من است که مهمان شما شویم، چون ما فعلا ماشی چیزام نداریم. نور الله نور. خیلی میریم بخیه گپا را انشالله دمو جایی که قرار داریم اونمو جا قسمه کنیم. حالا حرکت کنیم که ناوقت نشه. یک چای تلخ در خدمتتون است. نه چای تلخ ما نمیخونیم دکتر. چای شیرین خوب تاونی میشه. سلامت بود. میریم اما تا ایسا ایسا میریم خیلی بخیر. بریم. دوستا ما را همراهی کنین با دکتر صاحب. رمضان بشر دوست قصه های شیرین داریم. بریم بخیر دکتر صاحب. سلامت باشین. دکتر صاحب بسیار زیاد خوش آمدین. یک جان تشکر از دعوت شما، افتخار بخشیدین به ما. سلامت باشین، با عزت باشین. رقیب جان خودت هم خوش آمدی، یک سلام علیک کرد دوستا اگه میکنی. سلامت باشین، من هم سلام تقدیم میکنم خدمت شما فهیم جان، خدمت میمان عزیز و خدمت دوستای کمیل از برنامه زیبای میل مهمانی سیار. مهمانی سیار بینده است. زنده باشی. دکتر صاحب کم خوراک هستین یا پرخوراک؟ به نام حق و به یاد فقرا سلام باز به شما، به آشپز که نفر اساسی است و همچنین همکارای تکنیکی شما. سلام. وقتی گوشت میبینم حتما پرخوراک میشیم. امروز باید پرخوراک شیم. چقدر آماده است که ببینیم که چی میسازه رقیب جانم. رقیب جان برای دوستام یک ذره معلومات بده، برای ما معلومات بده. امروز قرار است چی برای ما آشپزی کنی، چی پخته کنی؟ البته قرار است که امروز کوفته در نظر گرفتیم. خب و میمون برنامه ما هم خواهشان است، گفته بود که بعد کوفته برایشان آماده بسازیم. امیدوار هستم که مورد پسند تا قرار بگیره. دکتر صاحب دادام انداخته. رقیب جان ما رو دادام انداخت در حالی که برنامه ما این بود که
دو تا تخم مرغ. تخم مرغ باشه ولی دقیق. امروز خب مهمان ما بودین. هر روزی که من مهمان شما شدم باز اونم تخم مرغ ستاره ای را برام پخته کنه. ان شاء الله ان شاء الله. پیشتر که پیش خانه دکتر صاحب رفتیم گفت یک چای تلخ دادم میتونه. ما تو یک چای شیرین هم سلام نزد که ما داخل میرفتیم. دیگه ما گفتیم نه خیر بیاین که مهمانی سر. در این وقت بی‌معاشی و بیکاری ماشی چیزا ما نداریم. زیاد وقت میشه. خوشبختانه چورو چپاولم نکردیم. دیگه توان چای تلخ است که یک بار نه چندین بار. دکتر صاحب یگان وقت کتیانگی ما آشپزی میکنه نمیکنه؟ آشپزی خوب من بسیار زیاد دوست دارم چون 23 سال مسافری کردم. آشپزی، لباسشویی، جارو کردن. بعد یکی از خوابای من این بود همیشه هستم که یک روز در کشور زندگی کنیم افغانستان که مردمش بسیار آباد باشه. بعد منم یک خانگه که دمی ولی آبی متاسفانه آبی قرقره دیدم خشک شده کاملا دلم کفید تقریبا. من آرمانی می بود که در اونجا خانه داشته باشم یک آشپزخانه خورد که فقط برای فامیل من آشپزی کنم چون فقط خودت آشپزی کنی آشپزی کنم ولی خب متاسفانه هم نانم درست جان انسان نمیشین از الکم پایین نمیره وقتی مردم بخصوص که من با مردم سر و کار دارم که همیشه چی میکنن یعنی آشپزی جارو کردن لباس شستن تنها تنبلی من در اوتو کردن است. وقتی اوتو میکنم حتما خراب میشه. یعنی از اوتو کردن دیگه خوشتان نمیاد. نمیتونم. در غزنی تولد شدین؟ در غزنی، قره‌باغ، ولسوالی غزنی. یکی از ولسوالی غزنی است که معمولا تا ابتدایه را در غزنی خواندیم. بعد رفتیم در فاریاب، در لیسه ابوعبید جوجیانی، در میمنه یک سال درس خواندیم. بعد اورزگان هم رفتیم زندگی کردیم، لشکرگام زندگی کردیم، مقر هم درس خواندیم در لیسه سبکتگین و از امو کوچکی من با اقوام و رسوم ها و عادات مختلف افغان ها یک جا شدیم و به خاطر است که همین تعصب از قلب من کاملا سوختانده شده قلب من و جالب است که در اورزگان وقت زندگی می کردیم پدر من تانک تیل و شکر را داشت طبق قانون هر سال اینا باید در گلت کار میکرد در ورزگان ترینکوت یک بازار کوچک بود و زمان داودخان بود تانک تیل خارج از شهر بود تقریبا یک 5 دقیقه مرتد و ما اتاق بود و تانک تیل بود اطرافی یعنی تانک تیل کوچه ها میامد خیمه میزدن بسیار خوب من سینم خورد بود اینا که میامد خیمه میزد از سوپ که چای میخوردیم من طرف خیمه زنا میدویدم با بچه ها و دخترهایش شب خاکپور می آمدیم در اتاق وقتی چاشت که می شد چاشت که می شد پدرم نفر روان می کرد می گفت بیا چاشت نان بخوریم چون ما ماموری دولت بودیم یک شروع بود معمولا من می گفتم نه بعد همی خانوم یا مادر اولادا به اصطلاح مادر که ما را گرد می شون من با دخترهای خود با بچه های خود هیچ فرق نمی کرد بین من و بچه های خود اینا نان داغ میکرد همه چیرا سنگ خوب داغ میکردن سنگی که داغ میشد خمیر در اطراف سنگ میگرفتن و این نان بسیار بالذت پخته میشد و بوزم در یک آن بوز از اون شیر تازه میگرفت بعد همه چیزی استالفی تقریبا از این چی اون تکری میگیم ما در او هم شیر میداخت و بعد توکن نان همون نانی که به بچه خود دختر خود به من اندازه میداد به من میداد اینی چیزاست که وقتی یک افغان چی هزاره چی پشتون چی ازبک چی تاجیک هر کسی که یا یک انسان تعصب داره قلب منو میشکنن من نمیگم که کلی کوچه ها خوب است اما هست کوچه هایی که بسیار خوب است من نمیگم که کلی هزاره ها خوب است هست بعضی هزاره هایی که بسیار خراب است بنابراین ما باید فکر کنیم که حتی در یک خانواده ممکن است که یک برادر خوب باشد یک برادر بد جنگ امو یک مثل ما داره میگه جنگل است تر خشک داره کاملا 100% این را اگه ما درک کنیم یک روز در کشور یک هزاره قضاوت عمومی در باره تاجیک و پشتون نمی کنه و گجور و عرب و یک پشتون در باره هزاره یا نمیدونم تاجیک نمی کنه این را ما درک نکردم یک تعداد میخواد که این تعصب تنورش داغ نگاه کنه چون واقعا اینا نان پخته میکنن مثلا بسیار کساس به من میگه بشر دوست شما همین نخبگان هزاره ما چون افغان ها را به دو قسمت تقسیم میکنیم افغان عام افغان خاص افغان عام افغان مردم عام است افغان خاص افغان است که پلو چلو خور هستن و تجارت میکنه سری نام قومش ملتش تنظیمش هزارهای خاص داریم پشتون های خاص داریم این هزارهای خاص به من میگه بشر دوست چرا فلان مثلا کاجت محکوم نکردی این تاریخی اما این هزاره
خواست هیچ وقت به من یک روز نگفت که می سکه های ما تباه شد کشتنش یک روز چرا محکوم نکردیم اما نسل کشی سکه های ما اونا رو خود 99% کشتن در می 40 سال حال یک 10 تا مانده باشن خداوند کل شهدای افغانستان بیامرزند دکتر صاحب دمی اواخر همی حادثه کاش واقعا کل گیر جگرخون و یک حادثه بسیار وحشتناک بود وحشتناک و ما رفتیم به بعضی فامیلایش دیدیم قلب هر انسان به لرزه در میاره میکفانه منفجر میکنه و ما هر یک مورچه‌ای که ما میکشیم از نظر من نه تنها محکوم بلکه ما باید پاسخگو در مقابل خداوند باشیم دقیق. و بخصوص وقتی قرآن و دین ما میگه که یک انسان بیگناه را که بکشی مثل که تمام انسان ها را کشتی از آشپز هم یکان سوال کنیم همی کوفته را به در کدام وقت دیگان پخته کده بودی یا نه؟ صد چیز خوب پخته خوب کردیم به خاطر که اکثر اوقات ما در مفلا سابقه خوب بود نسبت به حال فرمایش دوستان مشتری همی بود که کوفته زیاد فرمایش میدادن دیگه حال این کوفته را به خاطر زیاد آماده ساخته که میمان ما بسیار کوفته علاقه داره افتخار ماستن لطفشان است من میبینم دیگه ما امی آشپز هر چیز هم تخصص داره بعضی آشپز ها رو میبینی که واقعا از خاک یک چیزی میسازه که بعضی آشپز ها رو میبینی روغن میکشه بعضی آشپز ها رو که کل چیز اختیارش قرار میدی او مزه یک دستپخت بعضی مزه داره از رقیب جان دیگه امروز آزمایش میکنیم و امیدوار چندین بار قبلا هم دیده بودم کفتق نام خدا دقیقاً زیاد هم هستک اگر مزدار نامد یک جزا بتیمش میگم دکتر صاحب که کلش خودش بخوره اگر مزدار نامد این روغن رو ببین این چیز رو ببین بس روغنش بعد مجبوریم در شفخانه خدا این خواسته رو ببریم یک تاوان سر خودی ما میشه خیلی مجبور کرد شمکاری کنیم در خوردن شما همکاری کنیم غیر از اون میمارا پیدا میشه طرف طرف صدا کنیم رقیب جان چقدر وقت میگیره پخته کردن پخته کردن کوفته قانونی نیم ساعت میگیرم ولی نیم ساعت به خاطر از این که کوفته ما مکمل آماده است صرف آل وقت سرخ کردن است کمک اگر کار داری کمک کن باز ما و خودت دکتر صاحب یک سالاد جور میکنیم یک سلاته جور میکنیم چرا نه چطور استاد رقیب بسیار گپ خوب است شما دکتر صاحب آل پس بشین آل شما استاد هستین من نشستم نه ما خود ما خو اینا میجا وظیفه ماست دکتر صاحب دیگه افتخار ماستین لطف شماست بفرمایید شما بشین این وظیفه که یار روز ایت آشپزی باشه خدا کنه که به ما پیشنهاد کنن نه آمادم هستیم به او در بگیریم انشالله میایم یک چند سوال پرسان میکنیم ستایلتان تغییر نکده اما ستایل که تقریبا برتان بگویم 5 سال پیش میزدین حالا میزنی اگر واضح بر ما بگویم چند سال میشه که نمی ستایل بر خود ترجیح دادین انتخاب کردین و نمی ستایل ادامه دادین تا امروزه از 2008 ای چیرق بیرق افغانستان من انتخاب کردم به خاطر که یک داستان داره داستانش ایست که در 2008 وقتی اوباما اشتباه نکنم بار دوم رئیس جمهور که شد در مراسم تحلیف برپا کردن در شایعه شد که در این مراسم تحلیف چند تا سیاست مداره افغان دعوت شده بعد معلوم شد که واقعیت نداره اما این سیاست مداره که نامش در رسانه ها برآمد که دعوت شدن اینا بسیار مغرور شده بودن که این آمریکا ما را در مراسم تحلیف بعد من در این فکر افتادم که در افغانستان یک زمان بود که دوستی زیاد با خارجی ها یک ننگ بود یک شرم بود معمولا پنهان میکردن دوستی زیاد حالی ما به اندازه بی فرهنگ و بی آبرو و بی وطن شدیم که در غلامی خود افتخار میکنیم که با ما میریم زیر پرچم بیرق آمریکا و ما مراسم در تحلیف هستیم بعد من گفتم که بیان به پرچم بیرق کشور خود کشور غریب بیچاره جنگ زده و این پرچم پرچم کرزی نیست و از اشرف غنی و عبدالله نیست این از زمان امان الله خان این پرچم افغانستان است که در بعضی مدت تغییر کرد زمانی بعضی چیزها تغییر کرد زمانی خلقی ها مثلا یک بار تغییر کرد و بعد با زمانی ربانی تغییر کرد متا بعد تقریبا به این برگشتن من بخاطر که اینم من اینمی کشور است که احترام به برخش دارم غلام هستم ای را در گردن خود انداختیم تا ای که 24 اسد شد و طالب آمد اولین بار در یکی از چی استاد کردن در موتر ساعت 7 شب هم است، 9 وقت هم است در دختریم، دوتا دختریم، سوسن جان، نستن جان هم است بچه من، مزمل جان هم است با من و معلوم نیست در مواقع چی شده بود یک پستی عادی است متا یک 23 تا طالب با لباس خاص کمادایشان آمده بود تلاشی بسیار جدی داشتن
هر موتر تقریبا چی میکرد یا بعض موتر ها رو میزود تیر شد موتری منه که دیدن حوالی شراکت که تیر شد بعد چیش میکیدن من افتاد شراکت که گوشش من به موتروان خود گفتم که سعی کن که می دختر و بچه من چیزی نبینه اگر دست اندازی کنده دستنام دادن یا حرف بد زدن بخورد بد کردن که اینا نبینن که از نظر روانی روحی تأثیر بد نکنه دقیقا اینا رو گفتم مصروف کن با موبایل و چیزا که داری با گیم امسال هم این من که از موتر اشاره کرد پایین شون من که از موتر پایین شدم امی کماندوشی نزدیک من که شد بغل خود آغوش خود باز کرد این در آغوش گرفت محکم من گرفته و فشار میده و سلام علیکی و خوب استی بخیر استی خب بعد چی خلاص شد بعد از چند ثانیه چند دقیقه گفت میریم در اتاق در اتاق رفت من داما خوش چیزی نمیگیم دیگر میگیم چی بگیم بله وقتی داخل شدیم یک افتش تو از طالبا کماندویشان بعضش خواب بود دست چپرکت بعضش نشسته بود من که داخل شدم اینا امی پنج شش تاش من شناخت استاد شدم استاد شدم با امی تبسم یک سه چهار تاش نشناخت او سه چهار تا فکر میکرد که به عنوان یک مجرم برای تحقیق آورده وقتی که او متوجه شد که همکارایشان با ما بغل کشی میکنه او هم ایران مانده بود خلاصه اینجا نشستیم گفت چای بیارم گفتم حالا ناوقت است چای لازم نیست عکس گرفتیم گفت ما از کماندوی عمری هستیم که اینجا یک برنامه خاص است گزارش خاص داده به خاطر همین بعد به من گفت که وکیل صاحب از خودی تنها چیزی که در ذهن ما مانده دقیقا این وقت است که خودی تا توسط نیروی امنیتی از پارلمان میکشیدن بعد ما روی خود ما یاد کو بودیم یاد خانه از بودیم خود موبایل چیزا هست ما روی خود یک طرف یک دیگر میکردیم میگفتیم افسوس که ما در پارلمان در کنارش نیستیم اگر نی هم کلاشنکوف زو خود با ما بودیم پدرشون کشیدن تا یک تو با یک فیصدش نمیشناسه هنوزم نمیشناسه با من میگه که دا ایستکه دا صدا خب میگن دا ایستکه او روز یک شده موتر نشسته بودیم آمد بیرق دید موتور طرف بعد بند نگاه کرد چیزی نگفت با من گفت که دا پشتو تذکره داری گفتم ها تذکره دارم گفت چی کار میکنی گفتم بیکار هستم گفت تذکره داری من گفتم ها تذکره دارم گفت تذکره با من نشان بدی گفتم معذرت میخوام تذکره خانه مانده بعد با من با بسیار با ادب گفت که تذکره خب به خاطر ایست که پیش آدم باشه من گفتم ها این اشتباه از من بود بعد یک روز که از کلانایشان به من گفت که در سرک تیر می شدیم محتر اشاره داد استاد کردم محتر پایین شد سلام علیکی بغل کشی کردم مسئله بیرق اینا عکس گفتم با این بیرق که عکس می گیرین مشکل خلق نمی کنه بعد گفت بشر دوست ما برای بیرق جهاد نکردیم ما برای شریعت جهاد کردیم بعضی مجاهدین ما اساسیت با بیرق به خاطر داره که وقتی اینا را گرفتن یا خانه زینا چاپه می انداخت یا وقتی همکارای زینا را می گرفت مردهشان در انجر در زمین کش می کرد و نمو عسکر که کار می کرد اینمی بیرق داشت در سر شانیش بود شکنجه شده بودن به خاطر این اساسیت دارن بسیار خوب دکتر صاحب آخرین باره که پرچم سه رنگ را بوسیدین کدام وقت بود چه وقت بود هیچ وقت نبوسیدیم دکتر صاحب تا به حال از طرف کدام گروه تهدید شدین نه هیچ وقت نه تنها تهدید نشدیم بلکه یک روز در پارلمان هر روز یک روز در پارلمان داخل شدیم که دوری 15 رهبرای جهادی هم بود در سیاه بود و ربانی بود و محقق اینا هم بودن و قماندانان جهادی بودن از طالبان کسایی که برگشته بودن اینا یک چند تایش در حیات پارلمان قبل از جلسه شروع شد و با هم سلام علیکی داشتن که من داخل شدم من که داخل شدم همین مردمی که برای در پارلمان آمده بودن به همین باغوانا و مردم من که دیدن اینا طرف من آمد سلام علیکی و بغل کشی ای و کلا که طرف این احسنه دیدی بسیار زور دادن به وقتی من رفتم سلام علیکی کردم یکش گفت بشر دو سبه اینا ما جهاد کردیم 10 سال 15 سال من تکه تکه هستم از فامیلیم شهید شد کشته شد اما مردم سلام را علیک نمی کنه خودی نه جهاد کردی نه کشته نه زخمی نه چیز فرانسه 23 سال زندگی کردی حالی آمدی بعد من گفتم که خب خدا که داد
پرسان نمیکنه بچه کیست. بچه کیستی. و بعد دیگهش گفت که به خاطر کی واقعا صادق است با مردم. و یک روز دیگه از تعدید صحبت کردین چند تا یک جایی بودن. من که داخل شدم امی بغل کشی کردن بسیار تا بغل محکم گرفتم. قماندان دیگه خود وکیل بود در دوشی. گفت که من اگه 1% حرفای بشر دوست بزنم من نمیکشی. حرفای سرخ میشنوی چی میگه در تلویزیون ما را درباره ما. بعد اما توی داغوش میگیری بغل کشی گرم میکنی. قماندان گفت که بله. به خاطر که حرفی که میزنه نه مسئله قوم است، نه زبان است، نه تنظیم است. این چیش میخواد نه در چوکی من دوخته، نه در زن من دوخته، نه در بلند منزل من دوخته. اما تو که حرف شما که حرف بزنین 1% بزر که 1 کلمه بگویی سلا رو میکشم. به خاطر که این از قلب پاک صحبت میکنه. عالم تنها کسایی که واقعا حرفای ما رو شنیدن میشنن به جز یک تعدادی که تا پیامبرم میگفت دیوانه هستی، جادوگر هستی، گاندیر میگفت جاسوس هستی، یک اقلیت هست. اینا اکثرشون میفهمن که این از دل پاک است، این از درد است، از رنج است. اگر واقعا وکلا 1% حرفای منو گوش میکرد امروز آواره نبودن. بله دقیقاً. دکتر صاحب من چند سوال پرسان میکنم از شما، فقط کوتاه بر ما جواب بدین. درست است؟ با کدام سیاستمدار خوش دارین در یک غوری نان بخورین؟ با هیچ کدام. کدام سیاستمدار از یاد دوست دارین؟ هیچ کدامش. هیچ کدامش. کدام کار است که تا به حال در افغانستان هیچ سیاستمدار او را قادر به انجام دادنش نبوده یا نتونست انجام بده و او کار بر افغانستان بسیار ضروری بوده؟ سیاستمداران ما متاسفانه در طول تاریخ هیچ کاری ضروری را برای افغانستان انجام ندادن. هیچ کاری ضروری. اولین کاری که باید میشود مثلا ما 70 میلیارد متر مکعب آب جاری داریم، 60 میلیاردش پاکستان، ایران، آسیای مرکزی میرود. 10 میلیون زمین قابل کشت داریم، 2 میلیونش نمچه کشت میکنیم چون آب ما خارج میره. ما اگه 4 بند بزرگ ذخیره آب بسازیم، هم مردم برق میدهیم، هم صنعتکارهای خود برق میدهیم و هم دشتهای خود زیرکشت که بگیریم. ولی مثلا 1 کیلو گوشت، نمیدونم گوشت گوساله اگه گرفته باشه شاید 4.5 افغانی باشه. امکان داره که ما اون روز گوشت گوساله رو 20 افغانی بگیریم، به خاطر که 1 دشت زیرکشت بگیریم کافی است که شمال اونمون نان بده. یا مثلا قندوز، یا از کابل تا غزنی که میرین یا از هر جا، شما میبینید که زمین ها خشک است، خار است، اینا که زیرکشت گرفته شده. و ما تقریبا افغانستان عربستان لیتیوم نام گذاشته نیویورک تایمز. معادنی که ما داریم ایش کشور دنیا دارم، بهترین میس، بهترین آهن، بهترین زمرد، مثلا بهترین گاز، بهترین تیل، 1 معدن ما در طول 5000 سال تاریخ استخراج نکردیم. اگه یکش ما استخراج کنیم، ما زندگی ما، من مطمئن استم که در 10 سال به اندازه فرانسه میرسه. پیامتان با سیاستمدارایی که به این ملت بیچاره، به مردم بیچاره ما میگفتن که ما تا پای جان کتان هستیم ولی امروز نیستن، پیامتان برای سیاستمدارا چی است دکتر صاحب؟ فکر می اونها وقتی کسایی پیام خدا رو نشنیدن، پیام قرانش نشنیدن، از رسولش نشنیدن، دیگه پیام بشر دوست بیچاره را خیلی سرعت نمیشنن. دکتر صاحب چند بار ازدواج کردین؟ یک بار. سیاستمدارای ما 4 بارم من شاهد بودم ازدواج کردن. متاسفانه بعضش 4 که پوره کرد، یکیش را طلاق میده بعد که نوبتی دیگه برسه. در حالی که من فکر میکنم که شاید بعد از پیامبر اسلام ما هیچ کسی را پیدا نکنیم که شرایطی که اسلام گذاشته او شرایط اینا آماده کنه. اینایی که زن میگیرن معمولا زن جوانتر و زن خوشگل میگیرن، قشنگتر میگیرن. و فکر نکنم که از زنی پیر خود پرسون کنن که امشب اجازه است که ما بریم در بستر فلانی، شاید او زنی پیر خود دیگه ایج نبینم. اما در اسلام میگوید که اگر عدالت بین زنهای خود مراعات نمیتونی نباید کار کنی. و بخصوص یک زن بدبخت میکنه، زن دوم میگیره، چرا بچه ندارم؟ حالی ممکنه که مشکل خودت باشه که بچه نداری. 100% مشکل زن نباشه. 100%. و بعد زن خود فابریکه تولید بچه نیست که او رو میخری. زن واقعا در قرآن شریف، در اسلام هم سفری تا است. در خوبی و بدی، در روز شادی و غم چریک است. روزی که فلج شوی اونمو زن است که تو بالت میکنه. دقیقا. دیگه من امیدوار هستم که افغانای ما قدر زن رو بفهمن. من تمام خوشی های دنیا را
با یک قطره اشک خانم خود نمیدم. بشکلا بشک یقدیم دکتر صاحب دای ایره مور اجازه ندادی که همکاری کنم. همکاری را ما همکاری کردم بسیار عالی. ببینیم که مزه از چطور است. باش که اجازه نگرفتیم که اینا دانسوز نشوند. نه ان شاء الله بیا نی خودی نه که نگیری من نمیگیرم. از نظر پروتئین و ویتامین خوب آلیس سلامتان سلامتان بسیار خوشمزه اینمی که یک نان تازه باشد اینمی نوشک جان کافیز واقعا مزه‌دار است بسیار خوب شد رقیب جان بسیار لذیذ بسیار خوشمزه گفته فقطا دو دقیقه سه دقیقه بعد آماده میشه سه دقیقه وقت میگیره جان سه دقیقه وقت میگیره که صفر یکم دیگه هم سرخ شه خلاص رقیب جان ای سلامتان چی اضافه کردیم کرم خود ما اضافه کردم جان درن کرم بود پیاز است رومی تازه است مرچ تازه است دیگه آب نارنج است سبوی نمک بسیار خوب بسیار خوب دکتر صاحب کدام غذا را بسیار دوست دارین اگر راستش پرسان کنیم کرایی یک وقت تلویزیون اولین مسابقه کرده بودم همین سوال شما را کرده بود گفتم کرایی یک از هموطنان دعوت کرده بود از همین یک ادامان بیتاییم چی را کرایی آورده بود کرایی پیشاوری خوش بسیار گوسفند اینا و من مزنه داد همین توقعاتیم تلخ شد ای که طرف من دید فهمید و من گفت بشر دوست خوش اینه پلاو چیز هم آماده کردیم اگه خوشت نیامد گفتم نه چیزی که من خوش دارم نیست اینجا گفت چیز گفتم دو تا تخمور خیلی اگه کمیه ما کنالت خب وطندارای عزیز آیسته ایسته کوفته ما آماده شد همین رقم است به نظرم خب پرتین بیم که آیسته ایسته دکتر صاحب لان گوش نشدیم این چوکی را بر خودتان یکم پیش بانیم اینجا شما بشینیم که بشینیم اینجا بشینیم که نمیجا نانم ما شما شروع کنیم خب به دکتر سی بیره بطیم یک دانه بچه یک دانه کم است پدر یک دانه دو بجره نان نمیته کس را باز آخرام یک دانه کفتم اون بازه محل پاشایی خودش هست دیگه تصمیم میگیره چیزی گفته نمیتونیم ما میگیرین به دکتر سی دو دانه را بطیم نه او تا نمیشن دیگه اگه دو دانه دو دانه دو دانه نشه وقتی ماجوانی نکده اگه او سا رقیبی ما را تا یک بجره تا دو بجره نان نمیت آخر یک تام اندازه خب بسم الله کنیم خدا کنید سب... کم نشوه نه انشالله که زیاد است باش که سلاته شده سلاته را میگیریم اصلا چیز کنم اون سیگه فعلا امی سلاته است بسیار رول مهمه داره اینجا کامیل هم از نظر سیگی هم از دست بکنم بسیار عالی سیگه بسم الله کنیم بسم الله بسم الله رقیب جام بسم الله کنیم دیگه لالا اول خودت بخوا اگه بعد مزه بود دیگه باز بگو دیگه بر ما نه شروع کنیم انشالله بسیار خوشمزه است غذای من خوب بد پزه ده بوده خوب بازم عالیست عالی واقعا عالیست مگرم دکتر سب بسیار خوشمزه است این سلاته امروز بسیار مزه دار آمده گرچه یا مزه دار است کاملا سلاته واقعا مزه دار آمده همین گفته و همین سلاته و همین فضا این فضا دیگه کاملا دقیقا این حالی که دوستار چی نگه دانسوز نکنیم نه انشالله دکتر سب ما شما میشینیم نان خدا میخوریم سایزه رسیدیم به بخش پایانی برنامه بسیار زیاد تشکر از خودتان که واقعا بر ما وقت دادین زحمت کشیدین که ما آمدین و خدا کنه که ما پس جبران کده دانسته باشیم دیگه وقتی عجب و غریب ما رو گیر کردیم بسیار تشکر شما از دعوت شما از دوستان از افرادی که در تخنیک بود از رقیب جان واقعا رقیب نداره این واقعیت رقیب نداره دیگه دقیقا بسیار خوش شما زایف افتخار بخشید بسیار زیاد تشکر بازم رقیب جان از خودتان تشکر سلامت باشین وطندارای عزیز آیسته ایسته رسیدیم به بخش پایانی برنامه امروزی ما امیدوار هستم از مهمانی سیار امروز شما لذت برده باشین تا مهمانی سیار که ما باز هم با یک مهمان متفاوت در خدمت شما حاضر میشم شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز میسپارم بانین که ما همین نان خدا بخوریم بخیر باشه بسم الله اینا
بیاین دیگه.